روز پنج شنبه 24 فوریه 2022 روسیه به اوکراین حمله کرد. درگیری تو اروپا به حدی رسید که بعد از جنگ جهانی دوم تا این اندازه اتفاق نیفتاده بود. بعد از حمله روسیه، خیلی از کارشناسای سیاسی معتقد بودن روسیه خیلی سریع تکلیف اوکراین رو روشن میکنه. فقط سوال مهم این بود که پیشروی تو اوکراین تا کجا باید ادامه داشته باشه تا پوتین راضی بشه. دلیل این تفسیر هم مشخص بود. روسیه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین نیروهای نظامی رو داره که توسط یک رهبر کارکشته مثل پوتین اداره میشه. از اون طرف هم اوکراین با رتبه نظامی نچندان جالبش و کشور کوچیکش که توسط رهبری کم تجربه هدایت میشه. اما با گذشت چند هفته و حتی چند ماه مشخص شد که روسیه به هیچ وجه به پیروزی نزدیک نیست. این اتفاق یک سوال مهم رو به وجود میاره. اگه قدرت نظامی مثل روسیه نمیتونه در برابر اوکراین پیروز بشه، پس چی شد که در جنگ جهانی دوم آلمان فقط در چند ماه بین سالهای 1939 و 1940 بیش از نصف اروپا و بخشی از شمال آفریقا رو فتح کرد؟ تازه زمانی متوقف شد که قدرت‌هایی مثل بریتانیا، ایالات متحده و شوروی با هم متحد شدن تا تونستن مقابلش بایستن. این رو هم نباید فراموش کرد که آلمان بعد از 20 سال از شکست در جنگ جهانی اول و وضعیت نظامی شکنندهش تونست چنین قدرتی رو به نمایش بذاره. چی شد که تا این حد اروپا در مقابل ماشین جنگی هیتلر ناتوان بود؟ در این ویدیو از پاراگراف به این موضوع می‌پردازیم که چطور هیتلر اینقدر راحت اروپا رو فتح کرد. بعد از جنگ جهانی اول و معاهده ورسای، آلمان تعداد سربازاش رو به 100,000 نفر کاهش داد. حالا آلمان که به عنوان تهدید صلح جهانی شناخته شده بود، با قبول مسئولیتش در جنگ موافقت کرد که میلیاردها دلار غرامت به کشورهای اروپایی بپردازه. آلمان بی پول شده بود. شروع کرد به چاپ پول. هرچی بیشتر پول چاپ میشد، تورم هم بیشتر میشد. طوری که ارزش 4.2 تریلیون مارک آلمان به اندازه 1 دلار شد. تا سال 1924 اقتصاد آلمان در بدترین حالت خودش بود. تولید صنعتی در پایین ترین حالت قرار داشت. کمبود مواد غذایی میلیون ها نفر را تهدید می کرد. در همین حال که آلمان درگیر بزرگترین مشکلات بود، ایالات متحده که تا 6 سال قبل باهاش می جنگید برای کمک ظاهر شد. این اقدام تحت حمایت طرحی به نام داوز بود که بانک‌های آمریکا به آلمان وام دادن که از اواسط تا اواخر دهه 1920 از اقتصاد آلمان حمایت کنند. اما این حمایت گران تموم شد. در 4 سپتامبر 1929 ارزش بازار سهام ایالات متحده ریزش کرد. در ادامه بورس آمریکا سقوط بی سابقه‌ای را تجربه کرد و آغاز دورانی بود به نام رکود بزرگ. یک دهه بحران اقتصادی اغلب کشورها رو فرا گرفت. همین موقع آلمان فهمید که دیگه آمریکا نمیتونه بهش پولی بده و اساساً دوباره آلمان از سال 1930 زمینگیر شد. تا همینجا داستان قدرت آلمان بیشتر اهمیت پیدا میکنه، چرا که کمتر از 10 سال بعدش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها رو میگیره. ولی چطور ممکنه؟ کشوری که تا 9 سال قبل پولی نداشت چطور از جاش بلند شد؟ بعد از پیمان ورسای در سال 1919 آلمان به طور مخفیانه در حال بازسازی توانایی‌های نظامیش بود. نیروهای نظامی مخفیانه آموزش می‌دیدن. مجموعه‌های کوچیکی از پلیس‌ها رو تحت گروه‌های نظامی جدا پرورش دادن و با تجهیزات آشنا می‌شدن و در اصل ارتش‌های کوچیک به وجود اومد. بودجه ها به صورت آهسته و مخفی به پروژه های ممنوعه نظامی اختصاص داده شد. فناوری های نظامی توسعه پیدا کرد. گروه های تحت حمایت دولت رشد کردند. این گروه ها در ظاهر تیم های ورزشی، باشگاه های هوانوردی و جوانان بودند، اما به طور خصوصی به اردوگاه نظامی تبدیل شدند، جایی که خلبانان و رهبران آینده ارتش آلمان ساخته شدند. این کار طبق معاهده ورسای کاملا غیرقانونی بود، اما یک نسل آینده آلمان داشت با همین برنامه پیش می رفت.
در اواسط دهه 1930 هیتلر بزرگترین توسعه صنعتی اروپا رو شروع کرد. اقتصاد رو به سمت جنگ برد. خیلی از مردان و زنان به سمت کارخونه های تولید مهمات رفتن و اونجا مشغول به کار شدن. تا سال 1935 ارتش آلمان 3 برابر شد و به 300 هزار نفر پرسنل رسید. نیروی هوایی با 2500 هواپیمای جنگی غیرقانونی آماده جنگ بود. حالا هیتلر با اعتقاد نژاد برتر که شایسته حکومت بر جهانه، منتظر بود درخشش خودش رو در جهان نشون بده. این بار هیتلر حقه‌ای زد. نیروی نظامی و ادوات جنگی هیتلر زیاد بود. نمیتونست مخفی نگهشون داره. از اونجا که هنوز زمان زیر پا گذاشتن معاهده ورسای نرسیده بود، تصمیم گرفت با بهانه حفاظت از کشور سیستم دفاعی رو قدرتمند کنه. مردم و دولت‌ها هم این داستان هیتلر رو باور کردن، چون قدرت هیتلر رو دست کم گرفته بودن. اما هیتلر در همین زمان رژه نظامیش رو شروع کرد. سال 1939 جهان در آستانه جنگ بود. حالا هیتلر بیش از 4 میلیون سرباز داشت و قدرتش بیمثال بود. اگرچه جنگ جهانی دوم یک جنگ تک به تک نبود و بیش از 50 کشور درگیرش بودند، اما آلمان نازی در شروع جنگ یک تازی کرد. زمانی که آلمان به لهستان حمله کرد، 2 روز طول کشید تا فرانسه و بریتانیا تصمیم بگیرن وارد جنگ بشن. جنگی که از همون اول تعداد نازی‌ها از نیروهای ترکیبی متفقین بیشتر بود. در اوایل جنگ هیتلر با وجود برتری ادوات جنگی، هواپیما، کشتی، زیردریایی و سربازان، تونست طی 19 ماه لهستان، دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، فرانسه، یوگسلاوی و یونان رو تسخیر کنه. در حالی که متفقین ناتوان از متوقف کردن هیتلر بودند. هیتلر از همون اول برنامه ریزی دقیقی برای این جنگ داشت. فاصله زمانی بین جنگ بزرگ یا همون جنگ جهانی اول و دوم 21 سال بود. اما این مدت همه چیز رو در جنگ تغییر داد. جنگ جهانی اول عمدتاً در سنگرها و بمب‌های نظامی همراه بود. حمله به چنین مواضعی سخت بود. اما تو جنگ جهانی دوم همه چیز فرق می‌کرد. هیتلر با توسعه خطوط هوایی، پیشرفت‌های تانکی و تسلیحات جدید تمام سنگرهای دشمن را بی‌دفاع کرده بود. تاکتیک آلمان وابسته به سرعت و قدرت سلاح‌های نظامیش بود و دشمن را غافلگیر کرد. از برجک و پیاده نظام، سنگر و دریا، همه به صورت همزمان تحت کنترل هیتلر بود. حتی یک کلمه به نام بلیتسکریگ در جنگ همه‌گیر شد. بلیتسکریگ به معنای جنگ برق‌آساست و به تکنیک آلمان در جنگ اشاره داره. به هر حال چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد و جنگ برق‌آسا هم ازش یاد شد، چیز متفاوتی در جنگ نبود. آلمان در اصل همون تاکتیک‌های قدیمی جنگ و ایده‌های کلاسیک رو در میدان نبرد به کار گرفت، اما اون رو با فناوری مدرن ترکیب کرد. فناوری که نمونش رو هیچ کس ندیده بود. مثلا در هر دو جنگ از رادیو برای مخابره اطلاعات استفاده می شد. اما در جنگ جهانی اول رادیو هامبل دستگاه ارتباطی اصلی بود که بین نیروهای خودی استفاده می شد. اما چون بزرگ بود به سختی ازش استفاده می کردن. در جنگ جهانی دوم رادیوها کوچکتر شدن، بردشون بیشتر شد و آلمان‌ها این راه ارتباطی رو سریعاً به خدمت گرفتن. مسلماً متفقین هم از همین ابزارها استفاده کردن، اما دیرتر از آلمان. اونا فرصت کافی نداشتن تا به خودشون بیان و ببینن چه خبر شده. به همین دلیل خیلی راحت اون ماه‌های اول سقوط کردن. مثلاً با اینکه فرانسه تانک‌های بیشتری نسبت به آلمان داشت، اما تانک‌های فرانسوی رادیو نداشتن که با هم ارتباط بگیرن. به همین خاطر خیلی سریع در مقابل لشکر آلمان شکست خوردن. ارتش هیتلر هماهنگی دقیق داشت. این قدرت مخابره و رادیو چنان مؤثر بود که فرانسه 6 هفته‌ای تسلیم آلمان شد، لهستان 35 روز و دانمارک فقط در 6 ساعت. در انتها چیزایی که گفتیم رو خلاصه کنیم، چون از پیشینه تاریخی ماجرا هم صحبت کردیم و مفصل شد.
به طور خلاصه نازی‌ها در دو سال اول جنگ جهانی دوم خیلی موفق بودند چون از بقیه کشورها آماده تر بودند. این زمانی که به خاطر آماده بودن از بقیه کشورها جلو افتادن به هیتلر و جنرالهاش اجازه داد ارتش رو در طول جنگ بیشتر مجهز کنه. برتری تکنولوژی بر دشمنان، برتری تاکتیکی و تعداد نیرو باعث تسلط هیتلر بر اروپا شد. این نکته رو هم فراموش نکنید. هیتلر سالها داشت خودش رو برای جنگ آماده می کرد، در حالی که همسایگانش آماده صلح بودن. این همون چیزی بود که هیتلر رو بی‌رقیب کرد. پس چی شد که آلمان شکست خورد؟ هیتلر وقتی کشورها رو یکی یکی فتح کرد، از یک جنگجوی استراتژیست به یک دیوانه طمع‌کار تبدیل شد. به همین خاطر در تابستان 1941 طی عملیات بارباروسا و به هدف گسترش مرزهاش به شوروی حمله کرد. اما اول اینکه پهناوری و آب و هوای روسیه رو دست کم گرفته بود و مهمترین مسئله نیرو و سلاح جنگی کافی برای این نبرد نداشت و دوم اینکه 6 ماه بعد ژاپن که همراه آلمان بود به پایگاه دریایی پرل هاربر حمله کرد و ایالات متحده رسما وارد جنگ شد. هیتلر خودش رو گرفتار دید. قدرت کافی برای پیروزی در چنین جنگی رو دیگه نداشت. سلاح اتمی آمریکا هم کار ژاپن رو یکسره کرد و آلمان نازی دیگه توانایی ایستادن و جنگیدن نداشت. و این بود که هیتلر تونست به سرعت اروپا رو تسخیر کنه، ولی روسیه همچنان درگیر جنگ با اوکراینه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.